تولدت مبارک باشه. ما که واسه تو کلی آرزو خوب داریم. قربونت برم. آرزو شب جشن تولدت. خیلی ممنون، متشکرم. حالا آرزو یه ذره کلیه، خیلی شخصی نیست. بیشتر دوست دارم که مردم لبخند به لبشون باشه. بیشتر دوست دارم که وضعیت اقتصادی مملکت درست بشه. بیشتر دوست دارم این احساس امنیت توی کشور واقعا بیشتر احساس بشه. هرچند که ما جزء کشورهای با امنیت هستیم، اما فکر میکنم که الان یک دلخوری وجود داره به لحاظ بی‌ثباتی اقتصادی. دعا میکنم که همه مردم وقتی شب سرشون رو بالش میذارن هیچ پدری شرمنده خانواده‌اش نباشه. انشالله که همینطور باشه. ولی آرزو شخصی همیشه آدم‌ها واسه خودشون دارن دیگه. نه خیلی واقعا امسال انسان همه رویاهاتون رسیدین؟ نه نه خیلی هاش نرسیدم، ولی یه اینقدر نرسیدین اصلا ولش کردین، یه فراموشش کردین. نه اینکه دیگه شکست نفسیت. نه واقعا میگم خیلی فکر نکردم راستش. آبش بود شب تولد واسه هر کسی یه شب خاصه، بعضی خوشحال میشن بعضی ناراحت، یه سری افسرده میشن. اصلا جشن تولد شما که میشه اول یاد چی میافتین؟ دوم ببینم ارزشمندترین هدیه که تا حالا تو همه این سالا شب جشن تولدتون گرفتین چی بوده؟ ارشام هم که دیگه طرفداراتون و دوستاتون ترکون. بله والا شب تولد خیلی دلم میخواد بسنم تو شب تولدم آروم باشم، کسی دور برم نباشه، با خانواده باشم، تنها باشم. حالا تنهایی هم یه بخشی از وجود خود آدمه دیگه. اون روزی که دنیا آمدم تنها بودم، احساس میکنم خیلی اهل شلوغی نیستم. بهترین هدیه هم واقعا الان حضور ذهن ندارم، ولی امشب خانم معاذب امشب یه شب خاص بود. در واقع من سفیر بنیاد همیاران هستم. تصور مردم از هنرپیشه ها اینه که ماشین های گرون قیمت سوار میشن، لباس های گرون قیمت، ساعت های گرون قیمت، خونه های گرون قیمت، زندگی پرهزینه. واقعا تو ایران اینجوری نیست، عده قلیلی شاید این اتفاق براشون بیفته و شاید هم در چند سال گذشته این اتفاق افتاده. اما من ترجیح دادم که بهترین چقدر داد بزنم به نظرم رسید که بهترین اتفاق اینه که من در شب تولدم کنار بچه هایی باشم که بهشون قول دادم شادی رو خریدنی نیست، میتونیم شاد باشیم، شادم چون تو شادی، بتونیم شادشون بکنیم. انقدر خوشحال شدم این بچه ها امروز شاد بودن، انقدر خوشحال شدم اینجا شلوغ بود. سالهای سال بود که این چمنها پا نخورده بود، سالهای سال بود که مردم در اینجا رو باز نکرده بودن بیان تو. بنده حقیر اگر تونستم این کار انجام بدم، همین عده‌ای که تشریف آوردن و بچه ها رو خوشحال کردم، واقعا یکی از بهترین تولدهای زندگی بود. خدا رو شکر امشب کلی خوش گذشت، که شما رو بودن و شمتون رو خود کردیم، موزیک خوب داشتیم. میخوام راجع به بچه هایی که تحت پوشش خیلی همیاران هستن هم یه توضیح بدید. کسایی که دوست دارن به این افراد کمک بکنن، به این خانواده و بچه هاشون کمک بکنن، داستانشون چیه؟ بازش بکنیم. والا حدود 55 تا دختر در مرکز دخترانه و حدود 64 تا پسر در مرکز پسرانه نرگس. پسرها حالا سنشون کمتره و خیلی ممنون مثلا من بود. و متاسفانه این تو بخش خصوصی زیر نظر بهزیستی داره میشه. بهزیستی بهشون کمک میکنه، ولی خب بهزیستی تا یه حدودی میتونه کمک بکنه و آقای دکتر سعدآبادی تصمیم گرفتن که این بخش ها رو به شکل خصوصی اداره بکنن. یک کدی رو تهیه کردن، ستاره 7-80-82-82 مربع رو میتونن شماره گیری کنن، مستقیماً پرداخت داشته باشن، مانیتورینگ میشه از طرف زیر نظر مخابرات و در واقع جاهایی که مسئولیت این کار رو دارن. میتونن به شکل حضوری تشریف بیارن، میتونن به سایتشون سر بزنن. شماره شباش هم هست که من میدم اگر تو مصاحبه زیرنویس بکنید. شماره کارت دارن. یه جایی که کاملا خصوصی داره برگزار میشه و اداره میشه و انقدر صدا زیاده تمرکز منم به هم می‌ریزه. و ما سعی کردیم که بالاخره یه آگاهی بدیم به مردم. الان یه طرحی رو داریم، یک پویشی داریم به اسم هر کسی میتونه یک سانت از خونه‌ای که برای بچه‌های مرکز پسرانه نرگس هست خریداری بکنه، فقط با کمک کردن 100,000 تومان. 45,000 نفر اگر کمک بکنن از طریق همین کد یا طرق مختلف، ما میتونیم خونه رو برای بچه‌ها بخریم، دیگه اجاره ندیم. یه اجاره خیلی 100,000. فقط نفری 100,000 تومان. یعنی یه نفر میتونه به جای 10 نفر کارت بکشه، پول واریز بکنه، میتونه به جای 10 تا همیار باشه، ولی فقط ما 45,000
همیار لازم داره که یک سانت بتونیم این خونه رو برای بچه‌ها بسازیم. ان شاء الله که آقا به برکت همین شب افتخار جشن تولد شب عیدم هست. شب عرفه است، شب عید قربانه. ما هم تو تیم درست تمام تلاشمون رو دست شما درد نکنه. شما که ید طولایی دارید در کمک کردن. کار خیر. سام درخشانی اون استوری گذاشته بودم دیدین یا نه؟ بله. نوشتش که خوش هیکل‌ترین بازیگر سینمای ایران تولدت مبارک. بله. این دیگه تایتل رو چسبون به شما. جوانش بین بقیه بازیگرا. والا منم خودم تعجب کردم از تایتلش. همینجوری تشکر میکنم از همه دوستانی که گذاشتن، از سام، از بقیه بچه‌ای که لطف کردن گذاشتن. گربه رو ببین با مزه کوچولو میره بالا. خیلی شیک. یه دونه هم هست. دوست همه بچه‌ها هست همینجا بازی میکنه. والا نه من فکر میکنم بازیگرای امروز نسل جدید یه ذره حواسشون بیشتر هست. درسته. و اینکه ورزش رو یه بخشی از زندگی حرفه‌ایشون قرار دادن. الان تو باشگاهی که من و شما میریم خودتونم میدونید من و آقای فرانی با هم دیگه هم باشگاهی هم هستیم و اینکه دیدیم که خیلی از بچه ها میان ورزش میکنن، این نشون میده که نسل جدید احساس کرده که شاید زاغه مخاطب با توجه به گسترش رسانه های مختلف از جمله صفحه های مجازی، فضای مجازی، صفحه هایی که فیلم ها رو نمایش میدن، فیلم های روز جهان رو، دید مردم بازتر شده. در نتیجه ما هم یه ذره باید استانداردمون رو نزدیک به استاندارد جهانی بکنیم. ولی آقا پژمان، من فکر می‌کنم که تو بازیگرایی که بین 40 تا 50 سال سن دارن تو سینما ایران، واقعا سام درست گفته. بله. یعنی من می‌بینم که اغلب بازیگرا با حفظ احترام هم چاقن هم اضافه وزن دارن. چی به شما انگیزه میده که هر روز صبح شما میایین ورزش می‌کنین و بدنتون فیته؟ بله. والا من فکر می‌کنم یه بخشی از وجود من و دوستان و همکارانمون متعلق به مردمه. ما باید اون رو سالم نگرش داریم. این یه بخشی از زندگی ما، یعنی بعضی مثلا توی لایوایی که من میذاشتم مثلا شما زندگی لاکچری دارین، در حالی که این نیست. یک هنرپیشه موظفی که از اندام خودش، از بدن خودش، از مهارتاش حفاظت بکنه، برای اینکه مردم اون رو آوردن تا اونجا رسوندن. و این فقط در حد شعار نیست، سختیش مال منه. من 6 تا صبح میشم میرم رعایت میکنم، شب سعی میکنم زودتر بخوابم، سعی میکنم یه سری اتفاقات رو که در واقع مضر باشه واسه پژمان بازقی حفاظت بکنم، چون این امانتیه دست منه، بیشترش مال مردم. این واقعا دارم میگم، نه شعاره نه حرف، واقعا میگم سعی میکنم که این در واقع سرلوحه زندگیم باشه و روز چند تا بازیگره هستم که سعی میکنم ورزش بکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه تشریف فرما شدید. تولد من بهانه‌ای بود برای اینکه تشکر بکنم از مردم عزیز کشورم که 26 سال پشت من ایستادند و من امروز اینجا رسیدم. به اینجا رسیدم هر چی دارم از مردم هست. من امروز یکی از لاکچری ترین تولدهای فکر میکنم ایران رو برگزار کردم با حضور دخترهای توانمندمون که براشون دست بزنید لطفاً. روزی که من اومدم توی مرکز، بچه‌ها خوب یادشون هست، من بهشون قول دادم که اینجا رو شلوغ بکنیم، قول دادم که اینجا کلی مهمونی بگیریم، قول دادم بهشون که نشاط رو برگردونیم. هیچ کس فکر نمیکنه در بهترین منطقه حالا تهران، در قلب مرکز فرشته، مجتمعی باشه که بچه ها اینقدر ناراحت نشستن. من خیلی خوشحالم از اینکه سفیر همیاران هستم، خیلی خوشحالم که اینقدر همیار دارم. یه دارم میگفتیم که بعضی از دوستان به محض اینکه یه مقدار معروف میشن تا در واقع یه ذره مردم میشناسنشون، به ویژه تو جوانترها، اینا حالا هر چیزی که خودتون دوست دارین تو جواب بدین، اضافه کاری های شبونه دارن. بح. یعنی اینو هممون در جریانیم. یعنی چی کار میکنن و چقدر میتونه به آیندهشون آسیب بزنه؟ همه جای دنیا در واقع مهمانی هایی هست که بعد از کار برگزار میشه، دوستان میرن. همه جای دنیا هست، این مستثنی نیست. اما یه مثال میزنم برای شما. دیوید بکام در یک تا روزی که بازنشست شد گفت من تا حالا 11 شبو ندیدم و در طول ایام حرفه‌ای فوتبالیستیش تمام تلاشش رو کرد که به عنوان یک نمونه، به عنوان یک الگو و به عنوان یک مگا استار، نه سوپر استار، به عنوان یک مگا استار همواره زندگی حرفه‌ایش رو رعایت بکنه. ما می‌بینیم
تشکیل خانواده میده، 3 تا 4 تا بچه داره، هنوزم بله رعایت میکنه، در خیریه ها شرکت میکنه، خودش جناحای سیاسیش رو مشخص میکنه. اینا کارهایی که یک مگا استا و کسی که بالاخره مردم طرفدارش هستن. من فکر میکنم مثلا دیوید بکام، رونالدو در مجموعه فالووراشون بنزه 2 تا جمعیت کشور ماه. و وقتی یه حرفی میزنن انگار که مثلا یه کشوری دارن حرفشون رو گوش میکنن. این خیلی مهمه. فکر میکنم جوان‌ترها هم باید یه ذره به سینمای حرفه‌ای که در واقع استانداردهای خودش رو، من همیشه چون علمی حرف میزنم به بعضی از دوستان برمیخوره، به یک استانداردهای رو برای خودشون در نظر بگیرن، رعایت بکنن. بیخوابی اذیتشون میکنه، دوستشون از بین میبره. اینکه یک هنرپیشه به ظاهر و سلامت خودش برسه خیلی مهمه. اینکه در سن خودش و دیرتر از سن خودش بتونه شکسته بشه، این به نظر من نگهداری میخواد. این نه اصلا نگهداری میخواد، یه هزینه لازمه. اون هزینه‌ش هم اینکه از خوردن این کیک بگذری، از خوردن غذاهای چرب بگذری، از اتفاقاتی که شاید برای دیگران خوشاینده، برای شما هم خیلی خوش طعمه بگذری، که بالاخره این اتفاق افتاد. این خیلی طبیعیه. وقتی یه نفری میاد توی عرصه که تازه میخواد معروف بشه و میبیننش دوست داشته باشه، مثلا حالا توی محافل حضور داشته باشه. این دهنی من تعارف نمیکنم. شما خودت توی این اتفاق واسهتون افتاد؟ اون موقعی که تازه اولش شما تو سینما معروف شد، این در اومد دعوتتون کنن، همین خوابه همین؟ من تا قبل از ازدواجم همیشه، یعنی همواره با پدر و مادرم زندگی کردم و دوران مجردی همیشه خونه پدرم بودم. یعنی همیشه غذا حاضر بود، لباسم حاضر بود، همه چیز شسته رفته، تر تمیز در کنار خانواده بود. خیلی اون تجربه رو من نداشتم واقعا. آره اون دوران مثل الان انقدر چیز نبود دیگه. دستا باز نبود. حالا بحث دستیز انقدرم فضای خانواده ها شاید مدرن تر نشده. بالاخره ما وقتی در یک شهر مدرن با یک امکانات مدرن زندگی میکنیم، بایستی تفکر مدرن هم داشته باشیم. تو از اسم فام درخشای نگذشتیم چون دوست شما هست. همین هفته توی برنامه هفت منتقد برنامه هفت گفت آقا من تبلیغ سام درخشای ندیدم و متاسفم که داشت دعوت میکرد از مردم که برن سواحل کشورهای اطراف ایران و این درآمد یعنی یه درآمد کثیف واسه هنرمندا. مگه هنرمندا تو تمام دنیا تبلیغات نمی‌کنن؟ بله همه جا دنیا. کجاش کثیفه؟ ببینید حالا من اون منتقد اصلا نمیدونم کیه و نمیدونم راجع به سام چی گفتن، چون نشیدم الان نقل قول شما رو در واقع. ما نمیتونیم یه لیگ فوتبال حرفه‌ای داشته باشیم ولی فقط اداش رو در بیاریم به عنوان یه لیگ حرفه‌ای. ما نمیتونیم بریم سینمای صنعتی داشته باشیم و فقط اداش رو در بیاریم. همه جای دنیا همه هنرمندها، همه حالا اصطلاحا سلبریتی ها، یه بخشی از ارزش افزوده شغلشون میشه تبلیغات. بله و این خیلی چیز واضحی هم هست، همه جای دنیا هم وجود داره. اون دوست هنرمندمون اگر، منتقدمون اگر کمی مطالعه میکردن و متوجه میشدن که سینما اختراع ما ایرانی ها نیست. ما همه چیز رو فکر میکنیم ما اختراع کردیم، برای خودمون یه قانون هایی براش میذاریم که اون قانون ها صدق نمیکنه در جان. اگر کمی مطالعه میکردن میدیدن که مثلا آقای مارلون براندو در زمان حیاتشون، ایشون هم تبلیغات میکردن، حالا کمترین هنرمندی بودن، کمترین تبلیغات داشتن، ولی حداقل 2-3 مورد تبلیغات کردن در طول حیات هنریشون. کاملا اشتباه فکر کردی دوستان. آقا پول کثیفی نیست که تبلیغ. اصلا کثیف نیست. که حالا مثلا ما تبلیغ بکنیم. اصلا کثیف نیست. نه نه چون سام درخشانی قربانی کردن رو آنتن. بله. دیدم که خیلی شاید من فقط متاسفم برای خودمون که بعضی وقت نسنجیده حرفای رو میزنیم، دلهای رو میشکنیم که بعدش دیگه قابل جبران نیست. سام درخشانی کار کاملا قانونی انجام دادن، یک کار کاملا مرسوم برای همه هنرمندها و همه، فکر می‌کنم دیوید بکام، برای اون دوست هنرمندمون و منتقدمون عرض می‌کنم که دیوید بکام یک شرکتی داشتن در زمان فوتبالیستی به اسم دیوید بکام کمپانی که حدود 300 نفر براشون کار می‌کردن و تایمشون رو تنظیم می‌کردن که امروز باید برن فلان جا عکاسی دارن، بعد برن سر تمرینشون فلان برند آرایشگری میاد و موهاشون رو این مدل کوتاه میکنه، از این شامپو بعد استفاده کنن. خیلی حرفه‌ای. خیلی حرفه‌ای. و حتی من شنیدم که مثلا در بعضی مواقع حتی بسیاری از بازیگرها آب معدنی برای شستشو، یعنی برندهای مختلف رو تبلیغ میکردن. این به نظر من چیز عجیبی نیست در
دنیای صنعتی سینما. جمعی از سینماگران خیلی ناراحت بودن از چهره ها، از بازیگرها و به ویژه سوپر استارها. میگفتن اون موقع که آقای کمال طباطبایی زنده بودن، بله، میومدین نقش میگرفتین و جلوشون، بله، میرفتین، بله، چرا تو مراسم ختمشون و خاک سپاریشون نیومدین؟ این اصولا معمولا این اتفاق میفته متاسفانه و من خیلی تعجب کردم. من خودم سر فیلم برداری بودم با دوستان، خیلی متاثر شدیم. روز جمعه صبح بود، ما سر مجموعه مرضیه بودیم و نتونستیم بریم، ولی اونم برمیگرده به این که ما باز فرهنگ حرفه‌ای سینما رو بخشش رعایت نمی‌کنیم دیگه. در واقع شما قصد احترامی نداشتید. نه نه، من شاید هم به دلیل نوع برگزاریه که به هر حال خیلی از کسایی که لطف کنم میان از عاشقان سینما هستن، اما ممکنه حالا تو اون شرایط طرف توی حزن و اندوه خیلی حوصله سلفی گرفتن نداشته باشه. من یه ترجیح میدم برم مسجد و تو اون شرایط قرار نگیرم. شاید هم این دلیل بوده، ولی این که کسی بخواد به کسی بی احترامی بکنه نه. ایشون هم صاحب مجموعه های بسیار خوبی بودن، فیلم های بسیار خوبی تهیه کردن، حتما هم جاشون خالی خواهد بود و خیلی بعد موقع متاسفانه پسرشون رو از دست دادن و فکر می‌کنم غم اون قضیه باعث این اتفاق شد. دقیقاً آقا پژمان دوست داشتین واقعا اگر میشد کیش هم به جشن تولدتون واسهتون میخون با یه ارکستر خیلی خوبه بزرگ باحال. یعنی آرزو تون بود یه آرزو خواستم خیلی آدم کیش هم به تولدم بخونم. ابراهیم عامدی ایوی کدوم آهنگشو اینو مطمئن بودم میگینه دیگه. آره. اما آرزو شونه. آره. یا شب عروسی یا تولد. بله. خب ما با آهنگ ایوی هدیه رو بونه کرده رو که دم کیک میزدیم. آره نه، ولی من واقعا آهنگ کندوشونو دوست دارم و فکر میکنم بالای مثلا 50 بار این فیلم رو دیدم به دلیل اینکه آهنگ کندو رو دوست داشتم. پس حتما کوچه نسترن هم شنیدین که اخیرا خیلی سر. بله 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 بله. دوستش داشتی؟ سیاسی هست، میدونم صحبت کردن راجبش ممکنه خطرناک باشه. نه بحث خطر هنر دیگه، بالاخره هنر یه بخشش هم ذاتش سیاست دیگه. شما تصمیم میگیری چه فیلمی رو بازی بکنی، چه فیلمی رو بازی نکنی، چه نقش رو بپذیری، چه نقش رو نپذیری، به هر حال داری کار سیاسی انجام میدی. چون همیشه بازی کردن در یه سری از فیلم ها ممکنه یه سری منتقدین سیاسی داشته باشه و برعکسش. مثلا اینکه خب حالا یه نفر هم آدم خونسا باشه که هیچ حرفی هم نزنه خیلی هم یه بخشای کوچه نسترن هم بد نبود. بله بله. شما گفتی من دغدغم معاش مردم و معیشت مردم، ولی خب خدا شکر عوض این 4 تا 0 بحثش افتاده که دارم برمی‌داره یه ذره وضع اقتصادی مردم بهتر شده. نه چند روز پیش رئیس فشار رو بازیگرا برداشته میشه، 4 تا 0 کم شه میگن خب این دستمزد خیلی خب چه اختلاسا رو نمیگی دیگه، به هزاری نمیگم، میگن که اصلا میگن هر چی ازش برداریم تمام. چرا همش همه چی برمیگره بازیگرا؟ مثلا دیگه نمیگن 3000 میلیارد اختلاس شده، میگن مثلا 300 میلیارد. آره دیگه اینجوری میشه، ولی در ماهیتش هیچ فرقی نمی‌کنه. فرقی نمی‌کنه. آقای دکتر همتیان گفتن که برداشتن این 4 تا 0 به دلیل کرامت شخصیت جامعه بوده، ولی هیچ تأثیری در تورم نداره، هیچ تأثیری در تولید نداره، هیچ تأثیری در هیچ اتفاقی نداره. این به نظر من برمیگرده به این که چرا ما از جوان‌ترها، حالا ما داریم وزیر ارتباطاتمون جوان هم هست، خیلی هم به روز هستن. بله. و اینکه مثلا جشنواره‌های سینمایی میرن کیشو. شما چرا نرفتین کیشو؟ به من تماس گرفته نشد واقعیتش، و اینکه فکر میکنم که ما میتونیم از جوان‌ترها استفاده کنیم برای یک اقتصادی که حالا 40 سال دست یه ذره مسن‌ترها بوده. شاید اتفاقات جدید، شاید مدل در واقع
بازار جدید وارد بشه بتونیم بهتر به مردم برسیم. من تعجب میکنم که جزاره کی چرا از شما دعوت نشده؟ از من سر کار بودم دیگه، اجرای کودکشو داشتم، گفتن نمیاد دیگه ولش. آخه کودکشو هم که طبق روال داره همین تا 27 مرداد ما به پایان میرسه فصل سومش. بله. حالا در تدارک فصل چهارم هستم، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته، آیا اتفاق خواهد افتاد یا خیر. ان شاء الله که میفته. من یه پشت یه حرفی زدم. بله بله. و در واقع امروز به آقای خاکباز اینا کارگردانمون هستن، کارگردان کودکشو، گفتم که آقای فرهانی به یک شکلی در واقع به یک شکلی مصاحبات جا افتاده. بله. که خیلی قشنگ مصاحبه رو تو آشنی میبری بدون اینکه بخواد به کسی بر بخوره. این به نظر من یک هنره، واقعا به تبریک میگم. در طول سال فکر کنم 20 سال من شما رو میشناسم و خیلی سال پیش در همشهری جوان، در ایدئال، در روزنامه همشهری شما کار میکردید و همیشه جوان خوشخنده بود، اختیاره. ولی واقعا تبریک میگم به رسانتون و اینکه بسیار فراگیر خیلی از اتفاقاتی که در جای دیگه نمیفته معمولا تو تیم پلاس دنبال کنی. نخواهش بکنم، باعث افتخار باشه. میدونم شما فوتبالین همه ایران میدونن. بح. یه شوخی شد با لوگوی استقلال. بح. که خیلی سر و صدا به پا کرد. نظرتون چیه و بعدش حالا ریاکشنایی که دیدی؟ حالا یک کمدینی اومد با بازیکنای پرسپولیس شوخی کرد. ببینید من اینا رو دور از شأن جامعه و مردم میدونم. یعنی من اگه طرفدار تیم پرسپولیسم، برای تیمم دعا میکنم و برای تیمم سعی میکنم که سینه چاک بدم. به تیم مقابل کار ندارم. من انقدر تیمم خوب تشویق میکنم که تیم مقابل نتونه جلوش بازی کنه. این که ما در واقع بخوایم تیم‌های دیگر رو ضعیف بکنیم، مثلا تیم‌های شهرستانی که واقعا نیاز دارن، مثل سپیدرود رشت، مثل نساجی قائمشهر، مثل خیلی از تیم‌های خوزستانی، مثل صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر، اینا به نظرم هر کدومشون یه شخصیت دارن، هر کدومشون طرفدار دارن. ما نباید توهین بکنیم. به منم توهین میکنن، مثلا توی دایرکت‌های من میزنن د د د د د لونگی، مثلا من واقعا بلاکشون میکنم، یعنی نه جوابشون رو میدم. هر کی بنویسه اینا حرفو شما بلاک کرد. این که ترویج بی ادبی نکنیم لااقل. میدونی چی میگم؟ موضوعی که جوان‌تر میاد رو آنتن چه توصیه‌ای دارین؟ چون خیلی سر و صدا. به نظر من ببینید، به نظر من خیلی از اون بچه‌ها هنوز نمیدونن که داشتن یک رسانه چقدر مسئولیت ایجاد میکنه. فکر میکنم که داشتن آنتن، خودت الان رسانه داری، خودت تی وی پلاس داری، میدونی که یک تونه حرف جابجا کردن تبعات زیاد. یه روز یه دوستی از من پرسید، گفتم دیدم خیلی ناراحته، گفتم که چرا ناراحتی؟ گفت که دوستای من خیلی چیز بود، گفت خیلی خیلی و خیلی مثلا یه دوستی خیلی خوش سر من حرف زد و فلان اینا. من چیزی بهش نگفته بودم. گفتم این که شما الزاما به مردم توهین بکنید دلیل بر این نیست که به شما بد بشن. شاید شما حرف میزنی که تعبیر دیگه ای ازش برداشت بشه. بله. خیلی وقتا من مصاحبه کردم راجع به هنر، راجع به دوستان، راجع به خیلی از همکارانمون. بله. تعبیر دیگه ای رو براش برداشت شده. بله. و روی اون موج دیگران سوار شدن، ما رو با هم دیگه بد کردن به هم دیگه. یا مثلا همین داستان سام درخشانی که گفتن پول کسی، یه ذره اگر واقعا با یه ذره تعامل بیشتر این صحبت انجام میشد، نه به من برمیخورد که به همکارم توهین شده، ولی من فردا مثلا فکر نمی‌کردم که اگه مثلا فلان برند اومد میخواد با من فردا تبلیغات ببنده، دستم بلرزه. آقا من پول کثیف چیه؟ پول 26 سال زحمتشه. شما معروف شدین، بقیه هم میتونستن معروف شدن، ولی خب شما حتما غریزی و ذاتی چیزایی داشتید. کتاب شعر نمیخواین شما منتشر کنین؟ خیلی من... شده بین بازیگرا. نه قبلا خوانندگی مود بود، من دیگه نرفتم حالا کتاب شعر. من ورزش هم میکنم، فیلم هم بازی میکنم، تمرکزم توی یه کار باشه. آره بهتره. حواستون هست. پژمان بازیگری عزیزم، بچه محل عزیزم، تولدت مبارک. مرسی که تولدت رو اینجا کنار این دوستان عزیز برگزار کردی. از استاد عزیزم که اومدن اینجا خیلی هم سپاسگزاری میکنم. خیلی قشنگ بود. یه بیتی سایل لواسانی داره که بی ربط هم به این مراسم امروز نیست. من اون دو بیت برات میخونم. این کاش که دست ما سبب ساز شد
ما سبب ساز شد، از سینه ما محبت روشد، دستی که گره خوشای مردم باشد، بهتر ز لبی که با دو باز شود. اخیرا حالا تو از بحثا تمام نشه، ببینید کلی هم مهمون دارن، بله. بازقی بله. همه منتظرن، ما دیگه داریم زیاد افتادیم جلو. اتفاقایی که افتاده حتما اثر تنین رفتن مزدک میرزایی، بله، که در واقع مجوز کارشون تو انگلیس هم صادر شد و اومدن برنامه به اسم 90 پلاس جای 90. اونو نشیدم، داره میاد واقعا؟ یه برنامه است که محمد حسین میساقی اجرا میکنه مثل 90 پلاس، که مزدک میرزایی امروز حتی توییت کرد واسه محمد حسین میساقی که اخلاق و شرافت کجا رفته. واقعا تقصیر اونه به نظر شما؟ چون به هر حال من سالهای سال دارم تو تلویزیون کار میکنم، خیلی در واقع بحث مدیریتیه، اینجوری نیست که مثلا من بخوام یه کار رو انجام بدم یا ندم. ببین راست، شما برای یک سازمانی، برای یک جایی، برای یک مثل یک کارمند یک مجموعه میمونه، وقتی به شما میگن که باید این کار انجام بدی، شما باید اون کار انجام بدی. من نه دفاع میکنم نه نفی میکنم. اولا مزدک میرزایی به خودش ربط داشت که زندگیشو چجوری ترسیم کرد و من نمیدونم مزدک میرزایی حالا شاید دیگه نتونه در تلویزیون کار بکنه، ولی حق شهروندیش هم آیا از بمیره؟ این سوال منه همیشه. ولی آقای میرباقری گفتن اگه همین الان برگره قبل اینکه بره رو آنتن میتونه دوباره بیاد تو آنتن. نه نه نه، من بحثم من اصلا تلویزیون نیست. بله. مثلا مثالش اینه که خیلی هستن که مهاجرت میکنن، پزشک میرن کانادا، میرن اروپا، میرن امریکا، اونجا مطب باز میکنن و بعد میرن به راحتی میرن میان و کسی بهشون نمیگه که آقا تو چرا کشور تو فروختی رفتی یه جای دیگه مطب زدی. ولی به نظرم حالا اگر طبق قوانین سازمان صدا و سیما دیگه مزدک نمیتونه در تلویزیون کار کنه، آیا میتونه برگردی یا نه؟ این همیشه سوال من بود. حالا بعد ببینیم، فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه، مگه حالا نمیدونم سیاسی کاری بکنه. من نمیدونم واقعا، این سوال من بود که مثلا فردا اگه مثلا در یه کشور دیگه به من کاری پیشنهاد شد و حالا خواستم برم اونجا، احساس بکنم مثلا خب یه سری جاها، آره نه، یه سری جاها هست که میدونیم که نمیشه کار کرد، ولی مثلا اگه کاری من پیشنهاد شد فردا مثلا میگن تو چرا رفتی ترکیه فیلم بازی کردی؟ و و و و تلویزیون میگه من رو شما سرمایه‌گذاری کردم و به عنوان مجری تو تلویزیون شما رو شناسم. خب در واقع ببین، من به نظر یه ایرادی هم وجود داره، این سرمایه‌گذاری‌هایی که تلویزیون انجام داده و به درستی هم انجام داده زبد محافظت هم بکنه، اینقدر نباید این همه سرمایه‌گذاری بدون پناه باشه، میدونی چی میگم؟ و اینکه یه کمکی بشه، یه در واقع به یک نوعی ساپورتشون بکنن بچه ها رو، حالا به لحاظ روحی، به لحاظ مالی، به لحاظ امنیتی. مزدک میرزایی افسردگی گرفت دادم، اینقدر بهش بهایی که باید ندادن. بله ولی به هر حال آقای خیابانی دقیقا مصاحبه کردن، گفتش که من بعد از این همه سال تازه فهمیدم گزارشگری فوتبال چه شکلیه، تازه بخوام شروع کنم. این انگیزه مثال زدنی خیلی عالی. شما هیچی نمیگی. من جای خیابون نیستم. صحنه سینما چه اتفاقی میفته؟ اینقدر خانومای بازیگر با هم اختلاف دارن؟ کیا الان با کیا اختلاف دارن؟ مصاحبه مختلف پشت حرف میزنن، از اون بعد میگه اینا آقایون اصولا خیلی بی‌حاشیه‌ان، بی سر و صدا. من خیلی واقعا نمیدونم، من خیلی توی حواشی سینما سعی میکنم زیاد نباشم، راستشو بخوای. دوری میکنین از این اتفاقا؟ دوری نمیکنم، به هر حال رصد میکنم ببینم که چه اتفاقی افتاده. منم میدونم مصاحبه خودتو با خیلی از خانمهای بازیگر، جوابهایی که رد و بدل میشه، نمیدونم واقعا چی میشه. رقابت هم همون اتفاقا رو شما میبینید بینه نه من صحنه هایی که در واقع فیلم هایی که کار کردم همیشه پشت صحنه های خوب داشته. خدا رو شکر خودتون خوبین، مهربون دارم، مرسی. اخلاقین به همه قطعا خوش میگذره. شما و طرفداراتون شب تولدتون خوش، به حال ما که شب جشن تولد. قربون دارم شما، لطف کردین. من بگم راستشو بگم، من آقای فرهانی دعوت کردم، ایشون تشریف آوردن، افتخار دادن، من تو باشگاه دیدمشون، گفتم همه جان شب تولدمه، در مجتمع خیریه بنیاد خیر جمعی ایرانیان همون همیاران داریم کار میکنیم،
میخوام اونجا بگیریم برای بچه ها بگیریم. دیدی که الان میخوای بری شام نه؟ آره؟ الان موزیک حالا شام الان میام میزنم. باش مرسی قربت برم. و اینکه خیلی خوشحالم از اینکه بتونم یک زبان همه تقریبا تمام بچه های هنرپیشه باشم، تمام کسی که شاید روشون نمیشه بگن که اصلا زندگی ما اینجوری هم نیست، ما مثل مردم عادی زندگی میکنیم، ما هم مثل شما زحمت میکشیم، ما هم مثل شما 5-6 صبح میشیم میریم سر کار، ما هم مثل شما خانواده داریم، ما هم مثل شما خواهر داریم، برادر داریم، خانواده داریم و این توهین هایی که میکنید مستقیما به ما هم بر میخوره. تو روز تولدم، تو شب تولدم ازتون خواهش میکنم یه ذره بیاندیشیم قبل از اینکه کاری رو انجام بدیم، یه ذره مطالعه بکنیم، یه ذره از فضای مجازی بیایم بیرون. فضای مجازی همه علم و آگاهی ما در ایران نیست. ما کشوری هستیم با سابقه طولانی ادبیات، با سابقه طولانی هنر. ما شعرای بزرگی داریم که کتابهاشون در دانشگاه‌های معتبر جهان داره تدریس میشه. پس یه ذره فکر بکنیم که ما برای کسی که داریم کامنت می‌نویسیم، برای کسی که داریم چیزهایی رو که شایستش نیست می‌نویسیم، آیا اون هم مثل ما هست یا نه؟ ما تافیه جدا بافته نیستیم. همتون رو دوست دارم. خیلی متشکرم از اینکه این برنامه رو نگاه کردی، از تی وی پلاسیا، از بر بچه‌های خوبشون تشکر می‌کنم. دمتون گرم، دوستتون دارم. خیلی ممنون. ممنونم. قربان دارم. خیلی لطف کردید. ببخشید. خیلی ممنون. نخواهش